باز هم خوش آمدید. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور برای بحث بیشتر در مورد ناکامی در پیکار با مبارزه با مواد مخدر و نیز مبارزه با کاهش یا درمان معتادان اینجا در استودیو با من است. آقای فیروز، مسئول ناکامی کی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون شما. بحث استفاده از مواد مخدر یا شیوع مواد مخدر در افغانستان یک بحث داخلی نیست، یعنی گپ افغانی نبوده و این توسط مافیای بین‌المللی، مافیای منطقوی و در داخل افغانستان هم یک تعداد دستایی که سبب شیوع و رشدی در افغانستان میشه و حتی میتونیم بگوییم که عامل اصلی جنگ هم و ادامه جنگ هم در افغانستان مواد مخدر است. ارقامی را که UNDC در سال 2009 اعلان کرد، ارزشی را که از مارکت مواد مخدر به دست میاد در حدود 65 میلیارد دلار بوده و از این جمله 700 میلیون دلارش که بسیار از 700 میلیون هم کمتر برای دیقانی که کشت میکنه برش میرسه. متبقی این پول یا این عاید به مافیای بین المللی منطقوی و جهانی میره. ارقامی را که امسال UNDC اعلان کرد، این ارزش به 1 میلیارد دلار آمریکایی رسید. از او خاطر است کشت در افغانستان میشه، افغانا معتاد میشه، اما عاید به دست کسی دیگه میره و از همین سبب هم است که روز به روز ارقامی که پیش ما موجود است سالانه در حدود 5% افزایش در تعداد معتادین در افغانستان وجود داره. ایره ما نمیتونیم که ملامت کنیم دولت افغانستان یا وزارت های مختصه که یا وظیفه خود انجام نداده. ما ولی وظیفه داشتن که جلوش بگیرن. بدون شک ما ایرتو میگیم، برات وقتی که میگیم دولت افغانستان، دولت تنها کابینه افغانستان نیست، دولت تنها رئیس جمهور و رئیس اجراییش نیست. دولت متشکل از حکومت است، از نهادهای مختلف است، نهادهای مثلا مسجد، مکتب، مردم. در مجموعی را باید بگوییم که در این بخش در ظرف 15 سال مبارزه که صورت گرفته مبارزه مؤثر نبوده. یک دلیلش همی بوده امکاناتی که به خاطر مبارزه و مصرف میرسه بسیار به مراتب محدودتر است نسبت به 100 میلیارد دلار عایدی که میاره. به طور مثال وزارت صحت عامه افغانستان سالانه بیش از 5 میلیون دلار بر تداوی معتادین اختیار نداره و متیقن هستم که وزارت محترم داخله بیش از 5 تا 10 میلیون به خاطر مبارزه با این پدیده در اختیارش قرار نداره و عایدش هم وقتی میبینیم بیش از 100 میلیارد دلار است. بنان با این امکانات، با این توانمندی و با این ظرفیتی که در مجموع مردم ما به شمول دولت ما در اختیار داره، با این پدیده مبارزش بسیار مشکل بوده. خب چی باید کرد آقای فیروز؟ آیا هر سال باید 5% معتادا افزایش پیدا بکنن و یک میلیارد دلار هم بهای مواد مخدر باشه در افغانستان؟ در این قسمت تا جایی که دولت افغانستان توانش بوده اجراات داشته، اما این گفتم پدیده داخلی نیست. مسئولیت ایست که اول باید یک بسیج عمومی در افغانستان که از خانواده شروع میشه، از والدین شروع میشه، از مکتب شروع میشه، از پانتون و دانشگاه شروع میشه، از مسجد، میدیا، نهادهای اجتماعی، نهادهای مدنی، دولت مجموعاً به شکل یک بسیج متحدانه با این پدیده مبارزه کنه. یک 18 سال فرصت بوده برای این کار. موضوع دوم ایست که باید یک توافق یا وحدت کشورهای منطقوی و جهانی در این قسمت به وجود بیاید. در غیر از او، بدون شراکت کشورهای منطقه، بدون شراکت جامعه بین المللی، دولت افغانستان و مردم افغانستان به تنهایی خود قادر به این پدیده نیست، چون این پدیده افغانی نیست یا پدیده داخل افغانستان نیست، این پدیده جهانی است. دیگر از او لحاظ است که ما باید در این قسمت کوشش ما را هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان بکنیم. گپ دیگه ای است که گفتم عامل یا امتداد جنگ هم یکی عواملش همی پول است. میتونیم در قسمت صلح که امیدوار هستیم خداوند ما را کمک کنه، اگه در افغانستان حاکم شوه، این هم یک اصل دیگه است که باید صورت بگیره. کار دیگه است که باید در قسمت تقاضا و در قسمت عرضه مواد مخدر در افغانستان اتمامات صورت بگیره. چیزی را که من امروز پیشنهاد کردم، با وجود که شاید مورد قبول قرار نگیره، یک تعداد در قسمت مخالف است، اما ارزیابی که ما انجام دادیم است که زمانی که روز به روز تعداد معتاد زیاد میشه، زمانی که روز به روز کشت مواد مخدر زیاد میشه، زمانی که عایدش افزایش میافه و برای دیقان ما هم چیزی نمیرسه و مردم ما روز به روز از این رنج میبره، دیگه بهتری بود زمانی که ما منع نتونستیم، با وجودی که باید منع میشد، کشتش از بین میرفت، قاچاقش از بین میرفت،
نشد میشه راه دیگه ایست که ما ایره باید قانونی بسازیم. قانونی ساختنش سبب عظیم میشه که به دیقان عاید بیشتر حاصل میشه. قانونی ساختنش سبب عظیم میشه که دولت افغانستان بتانه فابریکای تولید دوای نارکوتیک بسازه، میتونه در قسمت صادرش برای کشورهایی که دوای نارکوتیک میسازه از کیفیت خوب بالاست، و این سبب عظیم میشه که ما در کنترل خود بیاریم، عاید دیقان بیشتر بسازیم و بتانیم دولت افغانستان و مردم افغانستان از این عاید و پولی را که دیگاه به دست میاره این مردم ما به دست. آیا طول و ترازو شده نزد شما آقای وزیر که سود و زیانی این برنامه چقدر میباشه بر افغانستان؟ با وجودی که به این صحبت به این پیشنهاد باید بله حداقل یک تر باید چیزی تمام جوانبش گفته شد، چیزی که ما ارزیابی کردیم پیش ما از رارش و مزایایش، فعلا به ما همه چیزش ضرر است. وقتی که 100 میلیارد دلار از دست بیگانه مردم غیر میره، بیرون از کشور میره، کشتش داخل افغانستان میشه، به دیقان بیچاره بسیار چیز کم میرسه و در ضمنش معتاد ما روز به روز بیشتر شده میره. دیگه وقتی که ایره ما قانونی بسازیم، میتونیم از این تکس بیاریم، میتونیم ایره قانونی صادر کنیم، میتونیم برای دیقان ما عایدش خوبتر بسازیم و میتونیم در قسمت نظارت و کنترلش به شکل رسمی اجراات کنیم. ای مزایایش به نظر ما بیشتر است. با وجودی که علمای کرام مردم ما اکثرا با این مخالف است که حقشان هم است، چون یک پدیده غیر شرعی است. ما به این متعقن هستم و باید به پدیده در حقیقت قلقم شود. اما زمانی که میبینیم که نمیشه، باید راه دیگه برش پیدا کنیم. یک راه همیست و ما میتونیم از نگاه طبابت، چون دوا ساختن دوای نارکوتیک که هم برای مریض بدرد است، هم دوای بیهوشی است، هم برای بسیاری امراض بدرد میخوره، دیگه از اون لحاظ میتونیم برای بود شرعیش یک ضرورت است از نگاه طبی. دیگه از اون لحاظ به نظر ما با وجودی که تحقیق بیشتر در این مورد ضرورت است، مزایایش بیشتر است وقتی که قانونی شود. آقای وزیر، افزایش شمار معتادان هر سال چی را نشان میده؟ شما چرا جلوی روند گرفته نتونستین با وجودی که 17-18 سال میگذره و به گفته شما هر سال اگر شما 5 میلیون دلار هم در اختیار شما بوده باشه، یک مقدار کلانی پول هم مصرف شده؟ دلیلش که زیاد میشه ایست که عرضه، دسترسی به مواد مخدر، کشت روزانه سالانهش، افزایشش و در ضمنش حتی در قسمت تغییر جنتیکی خود امی تخمه کوکنار که بتانه افزایش بیشتر کنه. معنای چیزی در صورتی که ما دسترسی به مواد مخدر آسان و ارزان داشته باشیم و از این لحاظ است که تداوی نتایجش بسیار کمتر است، بیکاری دیگه وجود داره، مهاجرت ها موجود است، سواد بسیار پایین است، در قسمت آگاهی دهی به شکل منسجم همی که گفتم یک بسیج برش وجود نداره، دیگه از اون مردم بیکار است، مشکلات روانی و مشکلات عصبی وجود داره. این عوامل است که میتونه ایره روز به روز زیاد کنه. دیگه از اول لحاظ است تنها مربوط به وزارت صحت عامه افغانستان نیست. ایست که ما سالانه در حدود 40,000 بستر تداوی میکنیم و در حدود 200,000 که در خانه هایشان میریم کانسلینگ میکنیم، روانشان تقویه میکنیم، با ایشان کار میکنیم که در مجموع 200,000 سالانه مورد توجه قرار میدیم. نتایج هم خوب بوده. شما رو کلان اینا دوباره برگشتن. تجارب دنیا هم نشان میده که سالانه آود یا دوباره رجعت به این در حدود بیش از 60% بوده و این هم دلائلش بخاطر ایست که بیکاری موجود است، اجتماع دوباره یاره نمیگیره. مثلا تا در قسمت خانما وقتی که ما تداوی میکنیم یک مشکل تابویی که موجود است، وقتی که دوباره با کسب سلاح از مراکز سی ما رخصت میشه، خانواده هایشان اتا ای را نمیپذیرن، ای را با یک شرم میگیرن. یعنی مشکلاتی است که مردم دوباره رجوع میکنن. از اون لحاظ است که ما هم از نگاه فرهنگی، هم از نگاه فکری، هم از نگاه اقتصادی به این پدیده بنگریم و در غیر از او یک سونامی است که خدای نخواسته اگر برش توجه جدی صورت نگیره، دیگه افغانستان و افغانا رو غرقات کرد. بسیار خوب. آقای وزیر، بیاین اندکی در مورد خدمات بهداشتی در افغانستان هم صحبت بکنیم، به خصوص خدمات با کیفیت. شما یک زمانی گفتین که هنوز هم با وجود کارهایی که شده افغانا از نبود خدمات رنج میبرن و ما مثالای زنده هم داریم هر روز در کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان و هندوستان. چی زمانی مردم میتونن که به این خدمات دسترسی پیدا بکنن و چالش های کلان فرارای افغانستان که اجازه نداده تا فعلا که ما معیارها را به دست بیاریم چی است؟
اینطور است که به یک بارگی بسیار مشکل یک بارگی هم نیست، ما سالهای بسیار زیادی را پشت سر گذاشتاندیم. در این قسمت پیشرفت های بسیار صورت گرفته، ارقام پیش ما موجود است، کاهش در تداوی مریض به وجود آمده. به طور مثال ارقامی را که ما امسال مورد مطالعه قرار دادم، 1 میلیون تنها یک بخشش که مورد تداوی جراحی در شفاخانه‌های دولتی ما صورت گرفته، از 1 میلیونش 900 هزار با کسب سلاح رخصت شده، از 900 هزارش رخصت شده، سالم رخصت شده، 100 هزارش باقی مانده. این زمان یک کشوری که عاید سالانهش کمتر است، زمانی که برای سکتور صحت 5 دلار فی نفر تخصیص داده میشه، زمانی که اقتصادش هنوزم وابسته به کمک بیرونی است، وقتی که 900 هزار نفر با کسب سلاح رخصت میشه، یک پیشرفت است. صحیح است که 100 هزار نفر دیگه باید ضرورت است برش کارایی شود. در این قسمت هم کاری شده. به طور مثال عملیات قلبی قبلا در افغانستان نمیشد، اما الحمدلله میشه. پیوند گرده در افغانستان نمیشد، فعلا امکانات داره. عملیات های بسیار مهم جراحی عصبی فعلا امکان پذیر است، تعویض مفصل امکان پذیر است، کارهای بیشتر صورت گرفته. اما اینم برات میگم که هنوز هم زمان پیش روی است و میدیکل توریسم جلوگیریش شاید ناممکن باشه. وقتی کشورهای بسیار پیشرفته میدیکل توریسم داشت موجود است و از اون لحاظ است که ما اگر خود با خود مقایسه کنیم پیشرفت موجود است، و اگر اینکه خود ما با کشور اروپایی تو همسایه مقایسه کنیم، منو زمان پیش روی و این پیشرفت ها تنها در شهرهاست آقای وزیر، در مناطق دوردست افغانستان چنین چیزی دیده نمیشه، اگر از بسیار اندک. ما کی رفتیم که مناطق دوردست؟ رفتیم در بدخشان، ولسوالی های دوردست بدخشان، تخار، قندوز، اینا. ما ارقام از ولایت محترم از بدخشان برات میتونم. مثلا در سال 2002 در ولایت بدخشان مرگ و میر مادر بزرگترین رقم دنیا را داشت، 6000 فی 100000 ولادت زنده بود، اما الحمدلله فعلا در حدود 800 فی 100000 ولادت زنده است. خود از یک پیشرفت قابل ملاحظه را در ولایت بدخشان نشان میده. این به معنی از این است که کل مشکل سی مردم مرفوع شده است. اما فکر کو با امکانات موجوده وقتی که رقم تغییر میکنه، معنایش است که پیشرفت قابل ملاحظه است. یعنی مال تعداد قابلا در تمام مراکز سی بدخشان موجود است. مراکز سی رو به افزایش است. مراکز سی تا در مناطق ناامن ولایت بدخشان مبرد نام میگیرم موجود است. این همی کاری است که دولت ما، خود ما با همین امکانات محدودی داریم در خدمت مردم قرار دادیم. بسیار تشکر آقای فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، از حضور شما در استودیوی طلوع نیوز بود.